انقلاب اسلامی به تاز داره کارش انجام میده در منطقه، رسیده 7 کیلومتری مرز اسرائیل تو جولان، درسته تو قنیطره تو 7 کیلومتریش اسرائیل میگن آقا مستشاران نظامی ایران در 7 کیلومتری ما مستقر شدن، اونا میگن به من چی گردن اسرائیل، میگن آقا بعد از هخامنشیان ایرانی ها بعد 2500 سال دوباره مدیترانه رسیدن. یعنی اون چی که صبح تا شب نشستی بلند شدی کوروش کوروش گردی، هیچ کی برات نتونه زنده کنه جز کی؟ انقلاب اسلام. این انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی هم یک بخش از انقلاب اسلامی، مثل سوریه، مثل عراق، مثل چه و چه و چه. حالا جمهوری اسلامی باید بدوه که خودشو همپای انقلاب اسلامی چیکار کنه؟ پیش ببره. ما مسئولین انقلاب اسلامی کارشون خیلی خوب دارن انجام میدن، جمهوری اسلامی بعضی از مسئولشون گند زدن. بعد اون کارشو خوب انجام میده، ایراد برای این وارده؟ من دارم یه خبرنگار یه فیلم از سیستان بلوچستان گرفته از فقر. حالا چرا سیستان بلوچستان؟ ایلام هم همینجوریه. تو ندیده من رفتم دیدم. اگه تو میگی اونجا، نه عزیزم، میبرم تو مراکز استانهای مرکزی ایران، به فاصله 500-600 متری میدان مرکزی پایتخت. میبرم یه چیزایی ببینی که از تعجب شاخ در بیاری. ما رفتیم دیدیم. این ایراد بر مسئول جمهوری اسلامی وارده. که چرا منابع درست تقسیم نمیشه؟ حالا شما میگی آقا چرا من دارم خبرنگار میگه آقا ببین چطور نمیدونم موصل و کجا رو سریع درست بکنن اون کار انقلاب اسلامی. یه بودجه مشخصی داره برای چی؟ برای هزینه دفاعی. تو هزینه دفاعی یک بخشش برمیگره به حوزه عملیات روانی. حوزه عملیات روانی یعنی اونجایی که تو هستی مردمش تو رو بپذیرن. برای اینکه مردمش تو رو بپذیرن باید ازت خیر ببینن. بودجه نظامی ما عزیز دل من توی منطقه کمترین بودجه نظامی کل منطقه است. برید نگاه. یه جغل امارات رو برید ببینید چند میلیارد دلار بودجه نظامیش، ما چقدر؟ ما رو میگن 5 6 میلیارد دلار تهش. عربستان برابر با 12 سال بودجه نظامی تو یه سال خرج میکنه. تو میگن میگه آقا چطور اینا میتونن برن سوریه رو اینجوری کنن، ردیف کنن، بنازن اونا رو بیرون، نمیتونن تو زلزله کرمانشاه اینجوری؟ میگن به خاطر که سوریه دست مسئولین انقلاب اسلامی، کرمانشاه دست مسئول جمهوری اسلامی. تو ناراحتی چرا اون کارش خوب انجام بده؟ به از این مطالبه گری کن بگو به کارتو خوب انجام بده. متوجه؟ من میگم مردم بود شاید اطلاع نداره، خوبش نگفتیم دیگه. مثلا طرف سلبریتی ورزشی ما اومده میگه که ای کاش این پولایی که تو سوریه خرج میشد میومدیم اینجا ورزشگاه میساختیم. عزیز من تو مثل که داداش نفهمیدی چی ها؟ تو نیدی تو سوریه وقتی وارد شد چیکار کرد؟ یه ورزشگاه گذاشتن تو سوریه، یه کارخونه گذاشتن تو سوریه، یه موزه گذاشتن تو سوریه، همچی میومدن بولدزر مینداختن زیر تخت جمشید بعدن بریم تو فوتبال بازی کنیم. تو باید یه کاری کنی که جنگ در نگیره. چجوری جنگ در نمیگیره؟ بازدارندگی داشته باشه. چرا بازدارندگی بشه؟ چون تو عراق و سوریه هستی، چون دم دستته شیشه عمر قول صهیونیسم جهانی اسرائیل. یا یکی دیگه شون اون از اون دیگه اصلا من اصلا من نمیدونم به خدا میریزی به همسان طرف برش گفته خب سوریه حرم هست و عمق استراتژیک ایران، یمن که حرم نداره. رد داده طرف این مرد حسابی، تو اصلا باب المندب زارن نمیفهمی چی که 5 برابر 6 برابر تنگه هرمز مهمتره. کم گذاشتی برای یمنیا. من منتقدم برای یمنیا کم گذاشتی. به خدا قسم اون موقعی که کشتی کمکمون داشت میرفت با یه تلفن برگشت، اون موقع اون کشتی باید میرفت. اون نرفت که منا درست شد، اون نرفت که حادثه مجلس درست شد. اون موقعی که هواپیمای مسافر برای ما بلند شد، خلبانش بلند شد، این هواپیمای F-15 عربستانی اومدن کنارش بهش گفتن بشین، میگه به شما ربطی نداره. نمیتونستن بزنن. یه آدم جیگردار به طوری آدم جیگردار خورده بودن. چیکار کردن؟ باندو زدن. باندو بمباران کردن نشینه. میگه اول باندو زدن گفتم ببی نداره، بازم بعدش میتونم بشینم. برو قرآن خلبانو نگاه کن. من بچه جبهه جنگ بود دیگه. بعد بازنشستگی رفته شد و خلبان مسافر بری. یه 4 تا آدم جیگردار اینجا توزه سیاسی میداشتیم. ببین عربستان چه غلطی میخواست بکنه. بابا سوء تغذیه گرفتن مردم، میام دارن گشنگی میمیرن به قرآن قسم. صدای هیچ کی در نمیاد. حرامزاده ها محاصره شون کردن. ترزامی بلند شده رفته عربستان سعودی، صداش در نیومده. نمیفهمه میگه نمیفهمه. با تو یمن نباشی که فرد زدنت که. بعد تو ما تو یمن نیستیم. بعد نگون خدا خود اونا دارن میجنگن. من نگرانم از اون روزی که مبادا، گوش کن، مبادا حوثی ها رو آمریکایی‌ها به واسطه ما کنترل کنه. من از این نگرانم. یعنی ما یه وقت فشار نیاریم که حوثی ها دو تا موشک نزنن. چرا؟ چون انقلاب اسلامی میخواد کمک کنه، جمهوری اسلامی باز ما نمیخواد کمک کنه. بعضی از مسئولین انشاءالله بستگی ده هر دفعه یکی میاد سر کار دیگه، نظرتشون عوض میشه. در راستای انقلاب اسلامی نگاه انقلابی داره یا نگاه غیر انقلابی؟ و اینا من به شما میگم این نگاه انقلابیه امروز یعنی امنیت من و شما. نمیبودن محسن حجاجی و امثالام نمیرفتن، خب چی میشد؟ الان جای
نشستن اینجا من شما الان بعد اسلحه دست میفتیم تو خیابون بعد میجنگیدیم، مراقب بودیم دست اینا به نوامیس ما نرسه. انقلاب اسلامی داره کارش، جمهوری اسلامی باید قوانینش اصلاح کنه، جمهوری اسلامی باید مسئولینش رو درست بکنه، جمهوری اسلامی باید با فساد مقابله بکنه، چون جمهوری اسلامی مهمترین بخش انقلاب اسلامیه، چون جمهوری اسلامی علمدار انقلاب اسلامیه، چون جمهوری اسلامی سنگر اصلی ابتدایی انقلاب اسلامی. تو جمهوری اسلامی این حقوق افغانستانیاست. تو انقلاب اسلامی فاطمیونو ببین، تعارف که نداریم که. شما ببینید همه افغانستانیا بلندشن برن سوئیس، برن سوئد، برن دانمارک، ببین چطور بهشون تابعیت میدن. نه که افغانستانی ها، جمهوری اسلامی قوانینش در مورد اتباع خارجی فشله، طرف از مدیران ارشد آی بی ام اروپایی شیعه شده اومده ایران، دارن پسش میفرستن. یعنی همه جای دنیا میان مهاجرت رو یه جوری برنامه‌ریزی میکنن که مهاجرت نخبگان شکل بگیره، ما برعکس کنیم که مرخوا در برن. 3 تا 4 تا از وزرای کابینه افغانستان ایران درس خوندن، همشون متنفر از ایران. چرا؟ چون چه برخورد غلط دیدن. چرا برخورد غلط دیدن؟ برای اینکه قوانین ما این بوده، وگرنه انقلاب اسلامی نگاهش نبود. زمانی که افغانستان درگیر جنگ شد با شوروی، امام چی گفت؟ امام گفت اسلام مرز نداره، مرز رو برکن. 2-3 میلیون آواره ایران راه داد. اینا باید ببینن این روزا رو، افغانستان اینا رو هم ببینن. ببین انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب. که شما دیدی رهبری در مورد ادامه تحصیل افغانستان آقا شرایط فراهم بکنید. حالا چه کنیم بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی حرف رهبر انقلاب اسلامی رو گوش نمیدن؟ نه فقط اینجا، 10 جای دیگه هم گوش نمیدن. آقا اقتصاد مقاومتی آب معدنی 40000 تومانی داره میشه. چطور دادن وارد میکنن؟ این ایران رو ما باید اصلاح بکنیم. اگر جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی عقب بماند، یا اهمیتش رو از دست خواهد داد، یا کلن از دایره انقلاب اسلامی خارج شد. مثل مصر که از دایره انقلاب اسلامی چی شد؟ خارج شد. یه 7-8 ماه اومد، بد تا کرد مرسی. دیدی چیکار کرد دیگه؟ مرسی بد تا کرد، چونان تو دهنی خورد که الان 500 تا دارن حکم اعدام میدن، صدا یه نفر در نمیاد تو دنیا. دیدی صدا در بیاد؟ یک جایی یک نفر برگرده بگه آقا چرا پس ما از میانمار خوب دفاع نمیکنیم؟ باید بکنیم. اشتباه کردیم مگه نکردیم؟ چرا اینجوری نمیفهمید؟ بپذیرید حالا باید اشتباه کردیم، کی نکرده؟ بیا بسم الله. ما همون انقلاب اسلامیم که تو اصل میدونیم، ما تو اصول قانون اساسیم دفاع از مظلومه. برای همین با آفریقای جنوبی ارتباط نداشتیم، چون سیاه‌پوستا رو میکشت. مسلمان بودن نه، بوسنی هرزگوین سنی، فلسطین سنی، نفرای اولی بودیم که اونجا بودیم. تنها کشوری که سیاسی با فلسطین وایستاده، محکم ذره عدول نکرده ایران. ما از مظلوم غیر مسلمان هم تو نگاه انقلابی باید دفاع کنیم، ما از مستکبر دفاع نمی‌کنیم. ما با مسلمان مستکبر مشکل داریم، ما با شیعه 12 امامی مستکبر مشکل داریم، قطعا مشکل داره انقلاب اسلامی. برخی از همون مستکبرین امروز تو مملکت خودمونه. این داستان ژن خوب که حالا ایشون فرمودن یه داستان استکباریه. طرف 21 ساله شده معاون باباش. بابا لامصب لایقال، اینو یه جا دیگه بذار، اینقدر تابلو دیگه. آخه تو مرد حسابی، مردم رو آمیب فرض کردی، تکسلولی فرض کردی، ها چی فرض کردی تو این دوره حسر رسانه؟ اون یکی بابای وزیر مخابرات بوده، بعد بابای شده معاون، اما وزیر مخابرات شده معاون اول، بعد پسره رفته قرارداد ایرانسل و آفریقای جنوبی نوشته تو حوزه مخابرات، بعد میگین ما گوشمون بیشتره. اینا مشکلات ماست، اینها رو مطالبه درست چپ و راست هم نداری. یا فکر کنی الان به خدا قسم داریم مثلا یه دولت، مثال اولم اصولگرای بود، مثال دوم اصلاح طلب بود. ما تعارف نداریم، ما نقد داریم، چون اینها مال انقلاب نیست اما داره بسم انقلاب تموم میشه. چرا؟ چون مردم این تفکیک رو متوجه نمیشن. چرا؟ چون رهبر انقلاب همزمان رهبر جمهوری اسلامی هست. بگم یکیه، جمهوری اسلامی باید رو قاعده خودش باید کار انجام بشه. اگر قرار بشه همه چی به حکم حکومتی انجام بشه، خب جمع کنید مجلس و ریاست جمهوری، بچه رأی میدیم ما. باید کار بعضن همینطور غلط انجام بشه که قانون ایرادش بفهمیم، ایرادش کجاست که کار پیش نمیره، که نماینده مجلسمون قانون رو درست بکنه. خب چرا نمیکنه؟ برای اینکه من تو درست رأی نمیدیم، ما خودمون باید این کار انجام بدیم. حالا فردا از فردا همش حکم حکومتی بشه، تو این کارو کن، تو اون کارو کن، تو اون کارو کن، جمع کن که جمهوری چی مثلا گذاشتیم، یه حکومت اسلامی. ما باید خودمون درست بشیم، همش نشستیم این آقایون این دزده اون فلان من. خب تو چه کار کردی؟ وای دزده، ما دزده رو داریم انتخاب میکنیم. آدم درست انتخاب بکنید که بتونیم انقلاب اسلامی باش بریم. من بهتون بگم اگر ما از دایره انقلاب اسلامی کارش انجام خواهد داد، بهتون بگم این انقلاب انشاءالله منتج به ظهور خواهد شد. میخواد با جمهوری اسلامی بی جمهوری اسلامی، میخواد با جمهوری عراق بی جمهوری عراق، میخواد با جمهوری سوریه بی جمهوری سوریه، متوجه شد چیه؟ با یمن بی یمن، با نیجریه بی نیجریه، کار خودشو میکنه.
تو خودتو برسون، تو وسیله باشی، تو هم یه نخودی بنداز تو این آش. حیفه برای جمهوری اسلامی که اصلا دیگ مال خودش بوده.